با چند تا خبر کوتاه شروع بکنیم، بسای تحلیلی هم که سر جای خودشه. ببینید الان وضعیت پرسپولیس اینجوریه که ایوب الاملود که به کشورش سفر کرده تو اولین ساعات بامداد فردا، که البته حالا میتونیم بگیم یه 2-3 ساعت دیگه، خلاصه به اتفاق همسرش وارد تهران میشه و البته لوکاس جواو، خاویر اولیوا و ادریس سیسی هم طبق برنامه پرواز روز پنجشنبه به ایران و تهران برمیگردن تا آماده شروع تمرینات بشن. با تماس رئیس فدراسیون فوتبال ایران با همتای اماراتی خودش، امارات برای میزبانی اعلام آمادگی کرد و میزبان دیدار ایران و قطر شد. پس بازی ما در دبی برگزار میشه. تصاویری از تمرین امروز استقلالیا رو شما میبینید که مهدی پورم مثل اینکه برگشته به میادین. گرم کردن بازیکن‌ها تو آخرین جلسه تمرینی قبل از بازی با ازبکستان و حالا تمرینات شما در تصویر میبینید. من یه توضیح بدم که از ساعت 19:30 به وقت محلی آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال برای دیدار برابر ازبکستان برگزار شد و امیر قلعه نویی برنامه‌های تاکتیکی خودشو قبل از دیدار عصر امروز با بازیکن‌ها مرور کرد. گرم کردن، پاسکاری، تمرین ذهنی و تمرکزی، بازی با استفاده از دروازه‌های کوچک و بازی درون تیمی بخش‌های مختلف تمرین شاداب امشب ملی پوشان بود. در 15 دقیقه ابتدایی تمرین امروز خبرنگارا و عکاسای ایرانی و ازبکستانی تمرین تیم ملی ایران رو پوشش دادند. هوای امروز تاشکن همزمان با تمرین تیم ملی نسبت به تمرین دیروز مطبوع‌تر بود و بازیکن‌ها در شرایط آب و هوایی بهتری نسبت به روز گذشته تمرین کردند. افشین پیروانی برای هادی چوپان در آستانه شروع مسابقات مستر المپیا آرزوی موفقیت کرد. دو تیم استقلال و چادرملو روز شنبه در دیداری تدارکاتی در کمپ زنده یاد ناصر حجازی به مسافه همدیگه میرن. تصاویری از آخرین تمرین تیم ملی قبل از دیدار با ازبکستان که عصر دیروز در ورزشگاه بنیادکار برگزار شد. حالا شاید الان ویدیو رو بزنم و 12 شب بعد گذشته باشه میگم دیروز دیگه، ولی خب بدونید که تمرین مال چهارشنبه است. بعد از وقفه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به خاطر برگزاری بازی‌های ملی، اوتگر یوسوپوف مسافتی به طول 2400 کیلومتر معادل 26 ساعت راه رو به صورت زمینی طی کرد تا خودشو به ترکیه برسونه. این بازیکن به دلایل توقف سفرهای بین‌المللی در ایران مجبور شد از خوزستان تا شهر آنکارای ترکیه رانندگی کنه تا از ترکیه عازم ازبکستان بشه. اینم گل زیبای سامان نریمان جهان تو بازی فجر پیکانه که ان شاءالله فجریام بیان و بریم و شیرازی سر. ببین چند تا بسته تحلیلی هم با هم دیگه بریم جلو. جواد نکونام در حالی بعد از فراز و فرودهای فراوون از استقلال جدا شد که بین اون و علیرضا منصوریان یه شباهت جالب توجه وجود داره. اینکه هر دو در فصل اول حضورشون روی نیمکت استقلال نتایج قابل قبولی گرفتن و به نایب قهرمانی رسیدن، اما اوایل فصل دوم کارشون تو استقلال کنار رفتن. منصوریان فصل اول حضورش موفق به کسب مقام دومی شد، اما در سال دوم بعد از تنها 7 هفته و با تساوی مقابل زباهن تو آزادی، مرماه سال 1396 از هدایت آبی پوشان کنار رفت. منصوریان تو اون فصل تا پایان هفته هفتم 1 برد، 3 مساوی و 3 شکست رو تجربه کرده بود. حالا و 7 سال بعد از اون روزا، جواد نکونام بعد از تنها 6 هفته حضور تو استقلال با کسب 1 برد، 2 مساوی و 2 شکست تو لیگ برتر از استقلال جدا شد. جالب این که اونم تو مرماه از هدایت استقلال کنار رفت. در مورد محمود فکری بذارید بگم دیگه حرف دلمو. خب تو کنفرانس خبری بعد از بازی تیمش تو لیگ آزادگان صحبتایی رو علیه یکی از گزینای مربیگری استقلال مطرح کرد که احتمالاً همتون شنیدین تا الان. باید این سوال از فکری بپرسیم که آیا کنفرانس خبری که با حضور چندین خبرنگار برگزار میشه هم منطقه امن شماست که اونطور بی‌محابا جملاتی رو به زبان آوردی که در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه بود؟ آیا اینجا هم به طور مخفیانه از شما فیلم گرفتن و منتشر کردن تا شما رو بدنام کنن؟ اینا توجیهاتی بود که محمود فکری 4 سال پیش و در واکنش به انتشار اون فیلم جنجالی بعد از بازی استقلال و فولاد تو اهواز به کار برد و خودشو با اعتماد به نفس کامل و حتی بدون عذرخواهی درست و حسابی تبرئه کرد. حالا اما دوم خروس محمود خان بیرون زده و شاید حق داشته باشیم تصور کنیم اون از اون داستان اهواز و نکونام خیلی هم بدش نیومده. ای کاش آقای فکری قبل از اینکه از کوره در بره کمی هم فکر بکنه. انگار که گاهی اصلا فراموش میکنه درصد عظیمی از مخاطبای فوتبال که الا ماشاءالله همه اونا هم گوشی هوشمند در دست دارن حتی هنوز پشت لبشون هم سبز نشده. واقعا اگه یه مخاطب 12 ساله فوتبال این صحبت های شما رو بشنوه چه تصوراتی تو ذهنش ایجاد میشه؟
میشه؟ عجیب این که محمود فکری رو در دوران بازیگری همواره بازیکنی با اخلاق میدونستیم که بدون توجه به حواشی همواره با تموم توان تو زمین فوتبال برای تیمش میجنگید. انگار برای اون از آسمون به زمین میباره. به جای اینکه با بالا رفتن سن و ورود به عرصه مربیگری پخته‌تر و سنگین‌تر از دوران جوانی رفتار بکنه، تا زیادش افتاده اینطور با کلماتی که واقعاً دور از شأن بازی بکنه و نامشو بر سر زبان‌ها بندازه. ببین، نمیدونم یادتونه یا نه، 16 ماه قبل و زمانی که ریکاردو ساپینتو به طور رسمی از استقلال جدا شد، هنوز نام جواد نکونام پیرامون نیمکت آبیا مطرح نشده بود که ناگهان رسانه رسمی باشگاه خبر از به ایران اومدن یه سرمربی اسپانیایی داد. نامش خوان رامون لوپز کارو بود و با سابقه هدایت رئال مادرید تو فصل 2006 همچنین حالا تیم‌های سلتا ویگو، مایورکا، لوانته به تهران اومد تا هم پای میز مذاکره بشینه، هم از امکانات باشگاه دیدن بکنه. هرچند که مشخص بود ورود مرد اسپانیایی به ایران بیشتر شبیه به یه نمایشه و قرار نیست اون سرمربی آبی‌های پایتخت بشه، اما شاید اگه هواداری استقلال کمی روی خوش به اومدن این مربی نشون میدادن، مدیرای وقت استقلال هم جدی‌تر با این مربی 60 ساله مذاکره می‌کردن. طرفدارای استقلال اما با مخالفت شدید خودشون و تشکیل کمپین سرمربیگری جواد نکونام تو استقلال، تور یک روزه سفر این مربی به ایران رو پایان دادن تا اونم با یه دسته گل شیک به کشورش برگرده. حالا باید این سوالو به نظر خودم از هواداری استقلال بپرسیم که آیا اون مربی با رزومه شبیه به خوان کارلوس گاریدو ارزش اعتماد کردن نداشت؟ سرمربی با تجربه‌ای که به نظر میرسه میشد با رقم ارزون اونو به خدمت گرفت و شاید فقط شاید عملکرد بهتری ارائه میداد، اما هواداری استقلال اجازه حضور مربی واقعا لالیگایی روی نیمکت خودشون رو ندادن تا جواد لالیگایی انتخاب بشه. و البته بقیه داستانو هم که شما بهتر از من میدونید. آها خوبه، ببین، یه بار گزارشی در مورد حال و روز عیسی آل کثیر من گفتم و براشم صحبت کردم و گفتم که 6 ماه هست 6 ماه نیست. اشاره اصلی اون ویدیو به مصائب و مشکلات مهاجم پرسپولیس بود که بعضی از اونا رو هم خودش به وجود میاره یا تشدید میکرد. یه دوره 6 ماه از غیبت آل کثیر به خاطر شادی گل بحث برانگیزش برابر پاختاکور بود، یه دوره مفصل‌تر دیگه به خاطر مصدومیتش از ناحیه رباط صلیبی که عمدن هم لچ کرد و دیر زیر تیغ جراحی رفت، و دوره آخرم به خاطر انتقال غیرمنتظرش به سپاهان. عیسی این فصل دوم لیگ 23 به پرسپولیس برگشت و کمک خوبی هم به قهرمانی این تیم کرد. حالا اما انگار بنا به سنت همیشگی دوباره وارد دوران 6 ماهه نبودن اون شدیم. خودش هست البته ها، اما روحش در تیم نیست و به نظر میرسه در حال کنار گذاشته شدن تدریجی از فهرست پرسپولیس. وضعیت عیسی آل کثیر تو پرسپولیس اصلا خوب نیست و آمار و ارقام هم این موضوع رو به آشکارترین شکل ممکن گواهی میکنه. مثلا این نیست که آل کثیر تو این فصل هیچ گلی به ثمر نرسونده ها، نه، مسئله مهمتر به سیر نزولی اون تو زمین زیر نظر کارلوس گاریدو مربوط میشه. عیسی فصل رو با حضور ثابت برابر زباهن شروع کرد و تا دقیقه 87 هم تو زمین موند. اون تو بازی دوم مقابل تراکتور هم فیکس بود و این بار تا دقیقه 63 در زمین موند. از اینجا نیمکت نشینی های آل کثیر شروع شد و این بازیکن برابر فولاد و آلومینیوم به ترتیب 10 و 8 دقیقه به میدون رفت. این بدتر شدن تدریجی وضعیت ادامه داشت و کار به اونجایی رسید که عیسی در دربی تهران 90 دقیقه کامل روی نیمکت نشست و مقابل چادرملا اصلا تو فهرست قرار نگرفت. این روند در لیگ نخبگان آسیا هم برقرار بوده و آل کثیر برابر الاهلی عربستان و پاختاکور ازبکستان به ترتیب 24 و 21 دقیقه به میدون رفته. مرور همین اعداد و ارقام به وضوح نشون میده که اعتماد گاریدو به مهاجم تیمش رفته رفته کم شده و شاید اغراق نباشه اگه بگیم حالا دیگه به حوالی صفر رسیده. خب البته بخش مهمی از کمرنگ شدن نقش آل کثیر تو تفکرات گاریدو جنبه فنی داره و این بازیکن نتونسته توقعات مربی اسپانیایی رو برآورده بکنه. در این مورد خود گاریدو باید نظر بده و شاید اصلا بعضی منتقدان با این مربی موافقم نباشن. با این حال شواهد نشون میده که مسئله فقط همینم هم نبوده. گویا گاریدو از رفتارهای این بازیکن راضی نیست و میل به بهتر شدن و در خدمت تیم بودن رو در وجود اون نمیبینه. اوج این داستانم بعد از پیروزی پرسپولیس برابر آلومینیوم عراق بود که عیسی قصدی برای حضور در جشن سرخا نداشت، اما گاریدو اونو به زور و شاید هم با تشر به جمع سایرین ملحق کرد. حقیقت اینه که اگرچه آل کثیر 34 سالگی رو پشت سر میذاره، اما گاهی رفتاراش، تصمیماتی که میگیره و اون خودخواهی که در کاراش موج میزنه شبیه روحیه نوجوانهای کم سن و ساله. یه دردسری که استقلال داره
داره و پرسپولیس نداره، خب میدونید که خیلی ها انتظار داشتن با واگذاری پرسپولیس و استقلال به مالکای جدید بخش زیادی از مشکلات دو باشگاه حل بشه. اما دست کم اتفاقی که دو استقلال رخ داده کاملا متفاوت بوده. این درست که گویا پول زیادی به باشگاه تزریق شده و مثلا تو تابستون شاید یه پنجره نقل و انتقالاتی طوفانی بودیم، اما در عوض این مدل مالکیت دردسرهای جدیدی هم به وجود آورده. به عنوان مثال اصلا مشخص نیست نقش نماینده مالک تو باشگاه چیه و آقای احمد شهریاری مشغول چه کاری هستن. همینطور معلوم نیست این وسط نقش فرشید سمیعی به عنوان مدیر عامل چیه و اصلا چرا به جای حضور همزمان این دو نفر یه نفر هر دو پست رو تصاحب نکرده. اساسا سوال سرراست‌تر اینه که چرا تو پرسپولیس خبری از نماینده مالک نیست و اونجا همه کارها رو خود رضا درویش داره انجام میده. این سوالیه که به نظرم خوبه بهش هممون فکر بکنیم. در مورد احمد نوراللهی خیلیاتون پرسیده بودین که آقا در مورد احمد خواسته بودین پرسیده بودین چه صحبت کن بیشتر حرف بزن. ببین دو هفته پیش شاید زمانی که امیر قلعه نویی تصمیم گرفت سکوتش رو بشکنه و در مورد احمد نوراللهی اظهار نظر بکنه، تصور میکرد این اقدام گره کور موجود رو باز کنه و باعث بازگشت افک دفاعی الوحدی امارات به تیم ملی ایران بشه. با این حال حتی مصاحبه امیر و شرطی هم که گذاشت افاقه نکرد. قلعه نویی گفته بود اعتراض نوراللهی به سکو نشینیش تو بازی با هنگ کنگ نوعی بی احترامی به مجموعه تیم ملی بوده و احمد در صورت عذرخواهی میتونه به تیم برگرده. تنها انتشار یک پست و استوری ساده یا حتی انجام یک مصاحبه چند خطی کافی بود تا این بحران به پایان برسه. اما نوراللهی بار دیگه نشون داد جنس متفاوتی داره. اون مطلقاً واکنشی به مصاحبه قلعه نویی نشون نداد تا از اردوی آبان ماه تیم ملی هم محروم بشه و حالا دو بازی مهم با ازبکستان و قطر رو از دست بده. از شواهد اینطوری برمیاد که داستان نوراللهی در تیم ملی به پایان رسیده و اون حالا بختی برای بازگشت به این مجموعه نداره. نوراللهی که از سال 1397 حضور در تیم ملی بزرگسالای ایران رو تجربه کرده بود و الان 31 بار برای این تیم به میدون رفته، اما بعد از ماجرای بازی با هنگ کنگ دیگه دعوت نشد و شماره بازیای ملیش در همون عدد متوقف مونده. احمد که از قضا حالا 31 ساله هم هست، حضور در جام ملت‌های آسیا رو هم بابت همین اختلاف از دست داد و باز مجاب نشد گامی به سمت حل مناقشه برداره. واسطه ها هم یا کاری انجام ندادن یا میانجیگریشون بی‌نتیجه بود. الانم که تیم ملی به هر حال از گروه آسونش تو انتخابیه جام جهانی 2026 صعود می‌کنه و در مجموع بعید به نظر میرسه چنان اتفاق حادی رخ بده که منجر به برکناری قلعه نویی و حضور یه سرمربی جدید در تیم ملی بشه. همه اینا یعنی ممکنه دوران فوتبال ملی نوراللهی با همین 31 بازی به پایان برسه. بازیکنی که اتفاقا طی یکی دو سال اخیر حسابی در اوج بوده و حیفه که به خاطر این شرایط از حضور در تیم اول ایران محروم بمونه. رضا رضایی مهاجم پیکان در ثانیه 15 دیدار امروز مقابل فجر سپاسی تو چارچوب هفته 6 لیگ آزادگان گل اول تیمش رو به ثمر رسوند و این جابجایی رکورد سریع‌ترین گل تاریخ فوتبال ایرانه که جالب بود. گفتم اینو هم بهتون بگم. چند تا توییت هم با هم دیگه بخونیم. یکی گفته کل داستان اورونوف این بوده که قبل بازی احساس مصدومیت کرده و گاریدو به خاطر اینکه تازه از مصدومیت برگشته نمیخواسته ریسک بکنه، حالا به خاطر چمنه تخماتی که تختی و گذاشتتش روی نیم کرد. و از سمت رسانه پرسپولیس هم هیچ خبری مبنی بر مصدومیت طولانی مدت داده نشد و این خبر فقط از طرف رسانه ها بود. البته وقتی هم به اردوی ازبکستان رفت چند جلسه تمرین زیر نظر کادر پزشکی داشته، پس مصدومیتش دروغ نبود. حالا هم که مصدومیتش تموم شده میتونه بازی بکنه و تمام. اینم جالبه که کارلوس گاریدو تو مصاحبهش با فوتبال 360 گفته که خیلی خرافاتی ام ولی لو نمیدم. ربط به لباس، خرافات من ربطی به لباس پوشیدنم نداره. اما در کل خرافاتی ام و به این موضوع اعتقاد دارم. و یکی هم گفته که دوستای پرسپولیسی یادتونه جواد سوژه کرده بودیم؟ دنیا داره مکافات. آره یادم، اصلا کارلوس گاریدو خیلی همون لباس سرمه‌شو هر بازی میپوشه و اینم جالبه. عجب سروری، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب محسن چاوشی و البته کریم باقری بازگشتش به تیم فوتبال پرسپولیس. وسط بحثاتون بگم که این آقا علاوه بر پول پرستی تصمیم اینکه علی رضا بیرامند خیلی‌ها دارن دیگه این مدل عکسا رو. حالا بگذریم. یکی گفته که کنعانی تو همین زمین بازی کرد و مصدومم شد. میخوام بگم خونه هیچ بازیکنی پررنگ‌تر از بقیه نیست. من یکی با تموم حس خوبی که به اورونوف داشتم حقیقتاً دیگه هیچ اعتمادی بهش ندارم. سعی نکنید بازیکنی رو به حدی بالا ببرید که عاقبتش بشه مثل بیرو. یکی گفته که نمیدونم از اینکه اورونوف مصدوم نیست خوشحال باشم یا از اینکه فکر کنم برای تیم محبوبمون خودشو زده باشه به مصدومیت بازی نکردن
ناراحت، یا اینکه اصلا همه رو بندازم تقصیر تفاوت زمین چمنهای افتضاح خودمون و مساعد اونا و خودم رو راحت کنم که به نظر من که نمیشه آدم خودشو گول بزنه. یکی گفته آقا هرچی این شکایت و شکایت کشی های بیرانوند و پرسپولیس ادامه داشته باشه، من یکی که کیف میکنم، چون این تمرکز کافی واسه وایسادن توی دروازه تراکتور رو نخواهد داشت. اگه اوضاع همین جوری پیش بره، یا میره نیمکت یا همین جوری سوتی میده و بعد مصاحبه واسه اینکه تموم حواسا رو از سوتی و ریدنای خودش پرت بکنه میره یه مصاحبه جدید علیه پرسپولیس میکنه، و از این ورم پرسپولیس یه دو تا شکایت دیگه ازش میکنه و این چرخه ادامه خواهد داشت تا جایی که تو تراکتور انقدر برینه تا هم به اون فوش بدن هم از جزء مدعیا خارج بشه. یکی گفته که با اینکه اواخر نقل و انتقالات به نساجی ملحق شد، اما با جذب سه بازیکن خارجی تاپ و یکی از بهترین مدافعان سال قبل لیگ برتر، پرمهره ترین نساجی چند سال اخیر رو ساخت. با امید موفقیت بچهای شمال، که آرش قاسمی هم دکتر خطی رو خیلی دوست داره. الان فکر می‌کنم قهره با من آرش. یکی گفته من عکس با لباس استقلال پست کرده بودم یه ماه پیش، میترسم خطیر ببینه منم ببره اونجا. ولی خب آرمین و من گفتم دیگه، هم آرمین نعمتی رو دوست دارم هم آرمین سهرابیان. آرمین نعمتی رو شاید خیلیاتون نشناسید. آها، من یه نکته هم در مورد این استوری که بازیکن‌ها گذاشته بودن در مورد نقشه ایران بگم، که حالا خوزستان حذف شده بود، دریامون حذف شده بود. یکی از بچه‌ها اومده بود، خوزستانی هم بود، خب گفته بود که آقا خوزستانو خیلی‌ها از ایران جدا میدونن. آقا نه، اینطوری نیست. خوزستان، آدمای اهواز، مردم خوزستان عزیز دل همه ما هستن. ما میدونیم که 70-80% اقتصاد این کشور برمیگرده به بوشهر، برمیگرده به عسلویه، برمیگرده به خوزستان، برمیگرده به جنوب ایران. پس مطمئناً شما عزیز دردونه های مردم کشورمون هستین و اصلا خودتون رو دست کم نگیرید. میدونم که تو این چند وقت من مثلا عسلویه 2-3 سالی زندگی کردم. خب نکته جالب میدونی در موردشون چیه؟ گاز از اونجا تامین میشه، گاز کشور از اونجا تامین میشه، اما خودشون با کپسول غذاشون رو درست میکنن، کپسول گاز غذاشون رو درست میکنن. درسته که یه سری بیمهریا هست، ولی بدونید که مردم ایران حواسشون بهتون هست، رسانه حواسش به شما هست، و اصلا خودتون رو جدا از ایرانی و ایران ندونید. عزیز دل ما هستین. اینو هم تو دلم مونده بود که بگم و امیدوارم دوست داشته باشید. باشگاه پرسپولیس هم به دلیل اتهام دریافت رشوه از سوی علیرضا بیرانوند به مدیر این تیم، شکایت خودش رو در دادگاه قضایی علیه بیرو ثبت کرد. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتونم گرم. فعلاً.